خیلی خوش اومدید به این جلسه. من حامد ابوطالبی ام و توی این جلسه میخوایم بریم با هم دیگه تفاوت بین say و tell رو کار کنیم. توی زبان انگلیسی بیشتر زبان آموزا میدونن هم say و هم tell معنیش میشه گفتن، ولی نمیدونن کجا از tell و کجا از say استفاده کنن. همونطور که گفتم هم say و هم tell معنیش میشه گفتن، ولی گرامر مخصوص خودشو داره که کجا تو از tell و کجا از say استفاده کنی. تعریف tell چیه؟ میگه آقا هر موقع تو بخوای به یه نفر دستور بدی، دقت داشته باش، هر موقع تو بخوای به یه نفر دستور بدی یا آگاهی بدی، خبر بدی بهش، یا اون شخص روبرو به تو دستور بده یا آگاهی بده، بهت خبر بده، باید از tell استفاده کنی. موقعی که میخوای بگی گفتن دیگه، خب باید از tell استفاده کنی. تعریفش چی شد؟ وقتی بخوای به یه نفر دستور بدی یا آگاهی، همون خبر بدی، یا اون طرف روبرو به تو آگاهی یا خبر بده، تو از tell میتونی استفاده کنی. بیا تو مثالا I told دقت داشته باش، کلمه told گذشته tell هستش. چی شد؟ کلمه told گذشته tell هستش. I told him to wait for me. من بهش گفتم که منتظر من بمونه. I told him to wait for me. من بهش گفتم که منتظر من بمونه. این آگاهی تو بهش خبر دادی که منتظر تو بمونه. I told him، من بهش گفتم، to wait for me، که منتظرم بمونه. در اصل داری بهش آگاهی دادی که منتظرت بمونه، بهش خبر دادی که منتظر تو بمونه. گذشته کلمه told، tell همیشه told، که بچه خیلی بیشتر از گذشتش استفاده میشه تا حالش، یعنی بیشتر از told استفاده میشه. مثال دومم، Tell me about the movie. راجب فیلم بهم بگو. بگو راجب فیلم بهم بگو. در اصل دارم دستور میدم به یه نفر. Tell me about the movie. راجب فیلم به من بگو. خب دارم دستور میدم دیگه. Tell me about the movie. راجب اون فیلمه به من بگو. سومین مثالم، She told me don't go. She که اوه خانوم هستش. Told هم که گذشته یه tell هستش. Don't go. نرو. She told me don't go. اون خانومه به من گفت نرو. She told me don't go. اون خانومه به من گفت نرو. در اصل اون خانومه به من دستور داره میده. Don't go. نرو. She told me don't go. اون خانومه به من گفت نرو. حالا اگه بخوام از خودم هم مثال بزنم، مثالی که از خودم میزنم توی دیسکریپشن میذارم. Never don't tell lie. هیچ موقع دروغ نگو. کلمه lie به معنی دروغ هستش. Never don't tell lie. هیچ موقع دروغ نگو. راستشو بگو. Tell the truth. Truth به معنی راست. Tell me the truth. راستشو به من بگو. Tell me the truth. راستشو به من بگو. خب بچه مثالی که خودم زدم رو توی دیسکریپشن میذارم. پس کلمه tell به معنی گفتن هستش. موقعی ازش استفاده میکنم که وقتی بخوام به یه نفر دستور بدم یا آگاهی یا خبر بدم. برعکس، اون اگه بخواد به من دستور بده یا آگاهی بده، مثلا she told me don't go، اون شخص روبرو به من دستور داد دیگه، اون خانمه به من گفت که نرو. خب از tell استفاده میکنم. گذشتش هم told هستش که بیشتر مواقع با توجه به تجربه خودم از told خیلی استفاده میشه. و say چیه؟ say هم به معنی گفتنه. وقتی بخوای تو نقل قول کنی، یعنی چی؟ خبر یه نفر رو بگیری به یه نفر دیگه بدی. خب یا بیشتر مواقع توی خیلی جملات کمی که وقتی بخوای بگی گفتن، میتونی از say استفاده کنی. مثلا رضا گذشته کلمه say همیشه said. چی شد؟ گذشته کلمه say هم میشه said. این خیلی مهمه. گذشته tell شد told، گذشته say هم میشه said. رضا said what a nice house. رضا said what a nice house. رضا گفت چه خونه خوشگلی. رضا گفت، دارم نقل قول میکنم. یا I would say باید بگم که. پس گذشته کلمه say هم شد said،
و بیشتر مواقع برای نقل قول استفاده میشه. بچه ها اگه tell رو یاد گرفته باشی دیگه نیازی نیست کامل say رو یاد گرفته باشی. خب tell رو یاد گرفتی بقیش دیگه مهم نیست، بقیش رو میدونی کجاها استفاده کنی. این tell مهم بود و بیشتر هم گفتم از گذشته هاش استفاده میشه. tell میشه told، say هم میشه said، بیشتر هم از گذشته هاش استفاده میشه. اینجا گفتم I would say، باید بگم که کلمه would من 7 تا کاربرد فکر کنم would رو کاملا آموزش دادم، لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم. خیلی ممنونم، امیدوارم که یاد گرفته باشید. اگه یاد نگرفتی از اول ببین همین دیگه.